Emad Baghi is a theologian, a writer, a journalist who has been active in human rights defense since the 1980s. In addition, Baghi has been collecting information about all the executions in Iran since the revolution in 79. He counts more than 10,000, including juvenile offenders. His inventory has been an important resource for the UN human rights bodies and for the whole human rights movement. تو زندگی انسان عواقب و تأثیرات خیلی بزرگی داره. اتفاقات کوچیکی ممکنه برای خیلی دیگه رخ بده. ولی حتی تبدیل به خاطره هم نشه. حتی ممکنه فردای اون روز هم اینو فراموش کنه. ولی ممکنه برای یک کس دیگه هم اتفاق کوچیک باعث بشه اصلا سرنوشت اون به زندگیش عوض بشه. فکر میکنم یه بذر تنفری رو کاش تو ذهن من از اینکه یه موجود زنده ای رو در حال جون کندن ببینی و متنفر بشی. خاطره بود از دوره دبستانم. بچه های مدرسه هم که میومدن اینا یه تناب پیدا کردن انداختن بالای اون تیر آهنی. این تناب سرش اومد پایین، یه گربه رو گرفته بودن، یه سرش بستن به گردن گربه کشیدن بالا. من تو اون لحظه که این گربه رو کشته بودن بالا، این گربه دست و پا می‌زد و جون کند و بچه‌ها هم به هیجان اومده بودن و از این بازی خشن خیلی داشتن لذت می‌بردن. تا مدت تو همون دوره کودکی این تو ذهن من به یک تصویر خیلی آزاردهنده تبدیل شده بود و از این شبا خصوص یادم می‌افتاد موجود زنده دست پا میزنه خیلی آزرده خاطر میشه. که این کاری که انسان ها با هم دیگه میکنن یعنی کشتن، کاریه که حتی حیوانات هم با هم نوع خودشون نمی کنن. ما میگیم انسان ها فرقشون با حیوانات میگه فرهیختن، فرهنگ دارن، عقل دارن، حیوانات نداره. ولی کاری که انسان ها میکنن به مراتب پستر از کار حیوانیست. تو نمیتونی در مورد مذهب یه حکم کلی یونیورسال بدی، مثلا خوبه بعد اسلام. مثلا به هر حال سابقه زندگی خود من نشون میده که من به عنوان یه آدم مذهبی و آدمی که عمیقا تحت تاثیر تعالیم مذهبی بوده وارد این راه شدم. اتفاقا از موزه مذهب هم می شود دموکراسی و حقوق بشر ازش دفاع کرد و از موزه مذهب می شود حتی از لغو مجازات اعدام هم دفاع کرد. پس بنابراین اینجور نیست که فقط یک برداشت مذهبی وجود داره که مدافع خشونت و جنایت و اعدام. I warmly congratulate this year's award recipient Mr. Emad Baghi, an outstanding Iranian human rights defender, and I deeply regret that the authorities of his country did not allow him to travel to Geneva to receive his award. Because of his tireless efforts in campaigning against the death penalty, as well as the sacrifices he has endured over the past decade, Mr. Baghi is a source of tremendous inspiration for all human rights defenders around the world. So let's greet him, let's applaud him.
Mr. Baghi, thank you. Thank you for what you are. Thank you for what you represent and for what you give to us.